دوستان، من لیبا هستم و به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین. توی این ویدیو میخواییم با هم رژیم دیتاکس یا سمزودا رو امتحان بکنیم و برای 2 هفته میخواییم وعده سازی هاشو با هم انجام بدیم. رژیم دیتاکس یه برنامه غذایی کوتاه مدته که بیشتر به مصرف میوه و سبزیجات و آب میوه و غلات و حبوبات تمرکز داره. این رژیم به جز اینکه به کاهش وزن کمک میکنه، باعث استراحت ارگانهای بدن و سمزدایی کبد میشه و سموم رو از طریق ادرار و مدفوع دفع میکنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ آماده کردن غذاها، اینو بهتون بگم که من این رژیم رو از اپلیکیشن بنتو برداشتم که در واقع رژیم‌های مختلفی داره، مثل پیلیو، کتوژنیک، مدیترانه‌ای، فستینگ و حتی رژیم‌هایی که بر خود شما شخصی سازی میشه و همه اینا زیر نظر متخصص تغذیه نوشته میشن و این اپلیکیشن به شما امکان کالری شماری، آب شماری و حتی وارد کردن فعالیت‌های بدنیتون رو میده و کلی هم دستورای پخت داره که برای ثبت نام توی این اپلیکیشن و استفاده از رژیم‌های مختلفشون میتونید از کد تخفیف من استفاده بکنید. صبحانه اول پنکیک جو و موز هستش که مایه اینو آماده میکنیم و مدت 1 هفته توی یخچال میتونیم نگهش داریم و صبح که پاشدیم میتونیم خیلی سریع اون مایه رو بریزیم توی تابه و راحت درستش بکنیم. برای 2 عدد پنکیک به 2 قاشق آرد جو نیاز داریم، آرد جو 2 سر البته، و بعدش یه دونه موز رو خوب له میکنیم و به آردمون اضافه میکنیم. یه دونه تخم مرغ اضافه میکنیم و بعدش هم نوبت بیکینگ پودر هستش که خب یه مقدار به صورت کم همینطور که دیدید و یه مقدار هم وانیل و بعد خوب هم میزنیم و البته اگر که شیرینیش براتون کافی نبود خیلی کم میتونید عسل اضافه بکنید و یه مقدار هم شیر، به خاطر اینکه این مایه بعد از اینکه وارد یخچال میشه سفت‌تر میشه و شیر باعث میشه که شل بشه و اینو داخل ظرف حالا دربدارمون میریزیم و میتونیم بذاریم توی یخچال و سودا خیلی راحت درستش کنیم و استفاده کنیم. صبحانه بعدی پودینگ چیا هستش که داخل ظرفمون 2 قاشق غذاخوری دانه چیا میریزیم و بعدش هم 1/2 لیوان شیر نارگیل رو به هر کدوم اضافه میکنیم. اگر که دوست دارین شیرین باشه میتونید از شکرهای بدون کالری یا مقداری عسل استفاده بکنید و بعد درش هم میبندیم و میذاریم بمونه و هر موقع که دوست داشتین میتونیم استفاده بکنیم. همونطور که گفتم رژیم دیتاکس پر از میوه و سبزیجاته. یه دونه صبحونه خیلی خوبمون سالاد میوه هستش که میتونید از هلو، شلیل، سیب استفاده بکنید. البته موز رو پیشنهاد نمی‌کنم چون رنگش عوض میشه و سیبم ترجیح من سیب سبز هستش به خاطر اینکه دیرتر قهوه‌ای میشه و بیشتر توی یخچال میمونه. و همه اینا رو خرد میکنیم، داخل ظرف میریزیم و درش رو میبندیم و میذاریم توی یخچال تا چند روزم قابل استفاده هستش. و البته این صبحانمون رو بهتر که با 1 لیوان آب پرتقال طبیعی استفاده بکنیم. ناهار اولمون فیله مرغ به همراه برنج قهوه‌ای و سبزیجات هستش که من برای اینکه بتونم سریع این غذا رو به صورت داغ و تازه آماده بکنم فیله هامو از قبل مزه دار میکنم، حالا با پاپریکا و یه سری ادویه‌ای که دوستشون دارم و اینجوری فریزشون میکنم و بعدا خیلی راحت اینا رو میشه از فریزر در آورد و سریع گریلشون بکنیم و استفاده بکنیم. و برای گریل کردن یا حالا سرخ کردنش هم خیلی کم، در حد چند قطره روغن بریزید و سبزیجاتی مثل کدو یا کلم بروکلی هم کنارش خیلی مفید و عالی هستش و اینو به همراه 5 قاشق برنج قهوه‌ای استفاده میکنیم. همونطور که گفتم توی این رژیم حبوبات به مقدار زیاد استفاده میشه و نهار بعدیمون 18 قاشق خوراک لوبیا هستش به همراه 2 تا نون سبوس‌دار. شام اولمون
سالاد سیب زمینی و تخم مرغ که به مدت یک هفته تازه و خوشمزه توی یخچال میمونه. 4 تا سیب زمینی به همراه 4 تا تخم مرغ رو میذاریم که آب تز بشه و بعدش اونا رو خرد میکنیم و داخل ظرف میریزیم و بعدش هم بهش نزدیک 4-5 تا پیازچه اضافه میکنیم. بهش یه قاشق غذاخوری ادویه سالاد اضافه بکنید، خیلی خوشمزه ترش میکنه، و مقداری نمک. 1 قاشق غذاخوری سس مایونز کم چرب و 3 تا قاشق غذاخوری ماست و بعد اونا رو خوب هم میزنیم و میذاریم توی یخچال و موقع شام میتونیم استفاده بکنیم که مقدارش هم اول ویدیو براتون نوشتم. بعدی فلافل هستش که یا میتونید به صورت آماده از بیرون تهیه بکنید و بعد بذارید با چند قطره روغن سرخ بشن، و یا اینکه میتونید موادشو خودتون درست بکنید و سریع آمادهش بکنید که به همراه سالاد و نون مصرف میکنیم. رژیم از میانوعده های زیادی میتونیم استفاده بکنیم که میتونید توی اپلیکیشن بنتو در قسمت تعویض پکیج اونا رو نگاه بکنید. اما دوتا میانوعدهی که من انتخاب کرده بودم، یکیش در واقع سیب به همراه دارچین و اگر دوست دارید 1 قاشق غذاخوری عسل هستش، و اون یکی هم اسموتی موز و سیب بود که البته من یه مقدار بهش توت فرنگی هم اضافه کردم. اما تمام این غذاها رو شما میتونید توی اپلیکیشن بنتو عوض بکنید و با چیزایی که دوستشون دارین جایگزین بکنید. ممنون از این که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر دوست داشتین و براتون مفید بود لایکش بکنید و همچنین کانال منو اگه تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید.